Cəsədi Şurad İsmət Lozoda muavini reisi Orion Bongro 5 yakın imopas az nopadit şudani u paydo kardand. Yusuf Ramon Dotsitoni Kuli Tojikiston dar nişasti xabari in nihod paydo va shinosoyi shudani jasadi İsmət Lozoda ro tasdiq kard. Az panjaken az yak jazirachay bayni daryo az nazdiki mahali sarazm duruz pesh jasadi İsmət Lozoda Şurad yofta shud. Doktori dandon tasdiq kard ki dandon hoy ki dar این آدم در جسد هستند این دندان ها رو او با اسمت لوزوده شهرت سه دندان خصوص مونده است. دوستان کل گفت برای شناسایی دقیق تر جسد اسمت لوزوده تشخیص های دیگر تعیین شده است و در روزهای نزدیک پس از انجام تشخیص ها معلوماتی بیشتر ایراد خواهد شد. در رابطه با قتل شهرت اسمت لوزوده پرونده جنایی علیه 16 نفر باز شده است که تا کنون 13 نفری آنها دستگیر شدند. سه نفری که دیگر که ماندن در خارج هستند ما آنها را در روزهای نزدیک در ماهای نزدیک حتما دستگیر کرده با جمهوری تاجیکستان می آوریم. من وابسته با تیوری آنها یا که استفاده کنسپیراسیا یا که نماندن ازهای جنایت در جای حادثه گفتنی هستم که من خودم در جای حادثه بودم. در جای حادثه اونها همه چوره ها ریدن که حتی یکون ایزی دست نماند، ایزی پای نماند، یکون ایزی صادر کردن این جنایت در جای حادثه نماند. در پاسخ به این پرسش که آیا دلشاد سیدمرادوف ملقب به دلشاد اسب در روسیه در شرکت خصوصی نظامی واگنر پناه برده است درست است، دوستان کل پاسخ داد که در این باره معلومات دقیق نیست و یکون تشکیلات رسمی یا دولت او را تحت حمایت خود قرار نمی‌دهد. شوکی جان حکیموف حقوقشناس تاجیک بر این است که اگر مقامات برای گمانبران این جنایت که در خارج کشور هستند دلیل های قطعی داشته باشند در همکاری با همتایان خارجی خود می توانند آنها را بازداشت و به تاجیکستان استرداد کنند. ماهیت جنایت صادر شده که در فضای اطلاعات افکار جمعیتی را به وجود آورد سایه روشن های زیاد دارد. این اول و دویم واقعا در بعضی گزارش های رسمی و غیر رسمی آید به دلشاد سر و صداها هست، ولی تا چه اندازه آنها زمینه های حقوقی دارند عیان نیست. شهرت اسمت لوزاده معاون رئیس اوریون بانک ساعت 8 شام 23 ایون در کوچه زکریای روزی نویه اسماعیل سومونی پایتخت از جانب افراد نامعلوم را بوده شد. دادستان کلی تاجیکستان قبلا گفته بود که گمانبران اسمت لویف را شکنجه کرده به قتل رسانیدند و بعدا جسدش را به دریا پرتافتند.